اطاعت میکنم. با عرض سلام و تجدید مراتب ارادت و اخلاص در پاسخ سؤال اول شما که پرسیدید انتظار ما از تلویزیون ها چه بود، چه خواستیم و چه شد، من جواب شما رو میخوام بدم. دومی هم میگی که خب الان من چند سال دارم، نهمین سالشه، نتیجهش به نظر شما در بین مردم چیه؟ دومی هم بعد جواب شما خواهم داد. اول جواب این مطلب از شما باید عرض کنم با آشنایی دقیقی که قبل از ایجاد تلویزیون میهن از شما دارم و شما هم اطلاعات زیادی از همه رسانه ها دارید، من یکی از شنوندگان قدیمی بیانات شما آقای بهبانی عزیزم در رسانه داور بودم. انتظار بیموردی بود که شما از سایر رسانه ها داشتید، معهازا یک تنه و با اتکای نیروی خودتان این کار بزرگ را راه انداختید. عزیزم، ما تبعیدیان در زمان و زمانه ای زندگی می کنیم که هیچ چیز جای خودش نیست. سیاست بارها گفتم بوی گند گرفته، مدتی معکوس باشد کارها، شحنه را دوست آورد بر دادها، بر دارها ببخشید. امروز مزد گورکنان فزونتر از اعتبار فرزانگان است. ببینید در چه زمانی ما داریم زندگی میکنیم. در این کشور فرانسه که گهواره علم و حکمت و تمدن جهانه، هر کس که بخواهد رسانه‌ای همگانی را راه بیاندازه که خیلی هم زیاد داره، بیشتر شهرستان هم داره، اولا باید تحصیلات عالیه داشته باشه، حداقل 8 ماه دوره استاج تبلیغات را ببینه. رشته آموزش تبلیغات و روابط عمومی در دانشگاه 2 ساله، در نتیجه دیدن و شنیدن برنامه های رادیو تلویزیون ها، این گذراندن آموزش علم اجتماع و حقوق سیاسی برای هر فردی است که گوش میکنه. فرانسه مرکز کوشش اندیشه هاست. از برکت همین رسانه هاست که یک کلوشار این لغت فرانسویه ولی معنیش اینه یه آدمی که گداییست که ولی باسواده، اغلب اینا زیر پلها میخوابن و دولت هم یه ماهانه کمکی میکنه که اینا بتونن نون و اون شرابشون رو بخرن. به خدا هر کلوشاری رو شما از زیر پلها ببینید یه روزنامه لوموند میبینید دستشه. یعنی اینا همشون باسوادن، یه تونه تلویزیون کوچولو هم دارن. حالا مردم هم که رد میشن به اینا کمکی میکنم. این مملکت مرکز کوشش اندیشه هاست. از برکت همین رسانه هاست که یک کلوشار فرانسوی که شبها زیر پلها میخوابه برای خودش یک سیاست مداره. من باشون صحبت کردم. اینا میدونی چی میگن؟ هر کدومشون میگن ما با رأی خودمون رئیس جمهور را انتخاب میکنیم. میگه همین یه رأی منه و اون باید به ما جواب بده. حالا مقایسه کنید که تلویزیون های فارسی زبان خودمون در همین آمریکای شما اینها را چش خاشی اداره میکنند. پاریس سکوی پرتاب به آمریکاست. این آقایان دوستان نازنین من
آقایان میبودی و مهری و بیش از 15 نفر دیگر. حتی اغلب هنرپیشگان و خوانندگان قبلا در پاریس زندگی می کردم. زمانی که من سرکنسول دولت شاهنشاه ایران در پاریس بودم، سالش چه سالی بود؟ 1352، میشه 43 سال قبل. لیلا فروهر به اتفاق خواهرش، مادرش و پدرش و تعداد 10 نفر دیگر در پاریس زندگی میکردن. ما خیلی با هم با اینا صمیمی بودیم. در حال حاضر کار تلویزیون های ایرانی فحش و ناسزا گفتن به هم دیگر است. شما خیلی خوب اینا رو میبینید و میدانید آقای بهبانی عزیزم. الان رفتگران خیابانی، به اصطلاح خودمون سوپورها، اینا سندیکا دارن، همشون وارد یک حزب سیاسی هستن. آن حزب مانند صد سکندر از اون اعضای خودش حمایت میکنه، پول قرض بهشون میده، 20 تا 30 تا وکیل عضو هستن. اینا مجانن برای کسی که عضو باشه در خدمتش هستن، دفاع میکنن. این هر اصلا فردی شما در این فرانسه نمیدید که توی حزب نباشه. میگن آقا ما اینه، کی اینا رو تربیت کرده؟ همین تلویزیون ها، تلویزیون ها درس به اینا میدن که بی اعتنا نباشید برای مملکتتون، مملکتتون رو دوست داشته باشید. میتوانن اینا مجانن از آنها استفاده کنن، حتی پول قرض کنن. آقای بهبانی عزیزم، گرفتاری شما در این است که یک سندیکا ندارید که به جای اتحاد و در حد لزوم به شماها کمک کند. حال روز امروزی را نداشتید اگر داشتید. چرا تلویزیون کانال یک تا این با این همه واقعا در اروپا میبینم چقدر بینندگان و شنوندگانی داره، اینا باید برای مخارج روزانه خودش مجبور بشه پرچم‌های کوچک بفروشه. و شما هر روز و شب در برنامه‌های خودتان التماس کنید که به میهن تیوی کمک کنید که این چراغ خاموش نشود. وقتی جوانی از ایران برای شما 10 دلار فرستاد و شما با بزرگواری به او توصیه کردید که مشکل است که او این وجد را به آمریکا بفرستد، فرمودی از طرف میهن تیوی به هزاران نفر که نیاز دارند در ایران موجود هستند کمک کنید. باور کنید من جگرم آتش گرفت. آقای بهبانی، آقای بهبانی عزیزم، شما اگر هموطنان ثروتمند خودتان را که در اونجا هستند می شناختید، هر بس آن از آنها تقاضای کمک نمی کردی. ثروتمندان مخصوصا تازه به دوران رسیده های خارج نشین از تلویزیون و فقط و فقط از آن جهت استفاده می کنند که ببینن سهام آنها در کراس ها چقدر صعود کرده است. اینها شب تا صبح، من 2 تا 1 میلیاردرها رو می شناسم که در جنوب فرانسه هستن. وقتی هم من میرم جنوب فرانسه، اینا نشستن ساعت 11 میان توی کافه یکی یه تین قهوه میخورن، 12 میرن خونه هاشون که خانومشون غذا رو درست کرده برن بخورن. خدا شاهده اینا میان اونجا میشینن، همش هم تمام صحبتشون که من دیوونه میشم سر اینه که بله مایکروسافت چند تا پوان رفت بالا و میگه آره من 500 هزار دلار دیشب نصیبم شد. خب اینا اصلا حاضر نیستن که بیان گوش کنن اونجا. بعد وقتا هم خانوماشون بهشون اصرار میکنن بابا جون من، ما میخواد آهنگای گوگوش گوش کنیم، ابری گوش کنیم. اون وقت خودشون اینا میان بیرون که اونا بتونن اقلا اینا رو گوش کنن. بعدم خدای نکنه وقتی یکی کنسرت میذاره، اینا بلیط 500 دلاری میخرن تا برن تو کنسرت. البته خانوم و بچه ها و فامیلا حسابشو کنه هر نفر 500 دلار چقدر میشه.
اینا حاضر نیستن دهشه به شما و امثال شما کمک کنن. اصلا شما رو نمیشناسند عزیز دل من. ولی گوش کن برادر خوب من، بدان در حال حاضر میهن تیوی ثروتمندترین رسانه فارسی زبان برون مرزی ایرانه. شما پرسیده ای که چه نقشی داره؟ میخوام نقشتو بهت بگم. کسانی که در حال حاضر با شما همکاری میکنند هر یک افرادی هستند که اگر شخصی یک بار، فقط یک بار سخنان آنها را گوش فرا دهد مشتری دائمی خواهد شد. رسانه های دیگر فاقد شخصیتی مانند آنها هستند. اجازه میخواهم، بل از شما اجازه میخوام بگیرم، فقط و فقط چند نفر از اونها را نام ببرم که هر کدامشان شایستگی یک استاد دوره دکترای دانشگاه را دارند، که در فرانسه دکترا میگن و شما پی اچ دی میفرمایید. به قدری خوب و دلنشین صحبت میکنند که عامی عالم گوش میدن و چیز میآموزند. دکتر میر آفتابی، دکتر کوروش عرفانی، محمد رضا روحانی، دکتر ایجادی، اسماعیل یغمایی، این ایرج مصداقی، واقعا من تمام برنامه‌اشو گوش میکنم. اینا هر کدوم یه هدفی دارن و اون هدف خودشونو تبلیغ میکنن. اصلا هم با کار دیگه کاری ندارن و وقت وقتی آدم میشنه و صداقت اینها رو در گفتارشون حس میکنه. محمد رضا رحیمی و دوست 65 ساله هم دکتر ودی، اینها سرمایه و اعتبار رسانه مردمی شما هستند که به خانه دلها راه دارند. دیگر چه میخواهید آقای بهبانی؟ قدر این شخصیت های یگانه را بدانید، باور کنید. زمانی که من صدای لرزان و خسته آن مرد بزرگ دکتر میر آفتابی را میشنوم قلبم میلرزد. از دور دست ایشان را میبوسم. ارزشیاب راستین تاریخه. تاریخ به وسیله زمان آفریده میشه. ما افراد انسان رویداد اجتماعی را هیستیورولوژی میکنیم. این زمانه که رویدادهای تاریخی را هیستوریوگرافی میکنه که نام و اثرشان جاودانه میشه. نسل ها از اون گفتار بهره میگیرن، چون تنها صداست که میماند. عزیزم، برادرم، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. در حال حاضر میهن تیوی با داشتن چنان مردان عزیزی غنی‌ترین رسانه جمعی در دنیاست. بدان آگاه باش حضورت همه جا هست. قاره اروپا فقط از قاره آمریکا میهن تیوی است که مشتری پا و پر و پا قرص دارد. سرت سبز بادا، دلت شادمان، در سخنانت حالی از اعتماد به نفس و تکیه آقا منشانهی بر خود وجود دارد که تو را محبوب همه کرده است. این هم جواب سوال دوم شما که فرمودید در این میان میهن تیوی چه کرده است. من به شما مختصری گفتم که شما چه کرده اید. امیدوارم از 10 دقیقه فرصتی که به من دادید تجاوز نکرده باشم. در هر حال امیدوارم، آرزو میکنم که وجود عزیزتان را سلامت و خداوند پاینده و بزرود بدارد و عمر طولانی داشته باشید. پاریس، ناصر امینی.